سلام او درناوی پس از خبر ګورئ زه عصمت یلی عباسینیم د افغانستان په تړاو د سیمې او نړۍ بېلابېلو هېوادونو خپل رول ادا کړی چا په یوه څیره او چا په بله خو په دې منځ کې بیا د برټانیې رول هم هغه څه دي چې له پامه نشي غورځول کېدی له افغانستان سره تاریخي اړیکې او په سیمه کې پر ځینو هېوادونو له پاکستان د برټانیې اغیز او د هغوی نفوذ هغه څه دي چې د افغانستان پر روانو چارو هم مستقیم اغیز درلودلی شي په همدې لړ کې په دې وروستیو کې د برټانوي چارواکو له قوله په بېلابېلو مواردو او ادرسونو کې د داعش په هکله اندېښنې رامنځته شوې د دغه هېواد د بهرنیو چارو د دفاع او دغه راز لومړي وزیر له قوله د داعش په اړوند بېلابېل نظریات رامنځته شو چې په ټوله کې یو څه له ورایه ښکارېده د داعش فعالیتونه په افغانستان کې او د هغوی اړیکې هلته په برټانیا کې میشتو هغو شبکو سره چې د ورانکارو فعالیتونو په ترسره کولو کې خپل نقش او رول لري موږ هم د برټانیې په رول نقش د دوی په وروستیو اندېښنې او په سوله کې د دوی په رول باندې د افغانستان د ډیپلوماسۍ له دستګاوو او د دوی له اندونو ور داخلیږو د دغه پس از خبر نننی بحث مو ځانګړی کړی دی د افغانستان سفیر په برټانیا کې ښاغلی سید طیب جواد چې تر دې مخکې د افغانستان د ډیپلوماسۍ په برخه کې نوم ټولو ته روښانه دی دی د افغانستان سفیر په امریکا کې پاتې شوی دی په کولمبیا کې ماموریت ترسره کړی دی په مکسیکو کې پاتې شوی برازیل او دغه راز ارجنټینا کې هم د پام وړ کارونه ترسره کړي دي دلته د اجرایی ریاست د سلاکار په توګه هم پاتې شوی او په ټوله کې له 2002 کاله له هغه مهاله چې د افغانستان د نوي نظام د بنسټ ډبره کېښوده د سید طیب جواد نوم له ورایه ښکاري راسره همدا شیبه د ویډیو کانفرانس پر لارې پر لیکه دی آقای جواد به شما خیلی خوش آمدید میگیم سپاسگزار هستیم که وقت دادین تا بحث اختصاصی با شما داشته باشیم ډېره مننه واسین صاحب بسیار زیاد تشکر ډېره مننه راځو لومړی پر همدې چې ستاسو لیدنې هلته څنګه دي په برټانیا کې د افغانستان او د برټانیې روابط په کوم حد کې دي او هغه څه چې پر میز تر ټولو مهمې موضوع په توګه پراته دي د لندن او کابل ترمنځ څه دي رابطه افغانستان مخصوصا با انگلستان یک رابطه مهم و استراتژیک است مخصوصا در طی 15 سال اخیر این رابطه در عرصه های اقتصادی، امنیتی و نظامی بسیار نزدیک بوده انگلستان در حدود $1 بیلیون کمک های اقتصادی بر افغانستان کرده و در ظرف 3 سال آینده تعهد کمک نزدیک به $1 بیلیون داره و کمک های از نو بیشتر معطوف نه تنها در عرصه نظامی، ماین‌زدایی، ایجاد ظرفیت، کار و اشتغال در افغانستان بوده بلکه یک همکاری نزدیک نظامی و امنیتی در بین دو کشور وجود دارد. و در این حالت زمان ما در مورد روابط بریتانیا و افغانستان صحبت میکنیم که در اینجا در افغانستان نقش جنگ بیشتر از موارد دیگر مطرح است و خبرهای هم خیلی داغ همه روزه داریم در مورد جنگ ولی در این حال بر روی حکومت افغانستان مسئله و طرح صلح نیز قرار دارد نقش بریتانیا در این مورد چی بوده و آیا صحبت های در این مورد با مقامات بریتانیوی صورت گرفته اگر نقش میتونه داشته باشن بریتانیا در این پیوند پس به نظر شما آقای جواد چی نقش میتونه بریتانیا در این قبال داشته باشد؟ در مجموع بریتانیا به این معروف است که توانایی بهتر از استفاده از دیپلماسی نرم یا سافت دیپلماسی داره به این معنا که امکانات بیشتر، مهارت‌های بهتر، شناخت خوبتر، روابط نزدیکتر با جناهای مختلف مخصوصا در منطقه ما در آسیا و افریقا بیشتر مخصوصا در شبه‌قاره هند داشته و داره و این روابط در مورد برنامه صلح و روند صلح کمک میکنه انگلستان بیشتر از هر کشور دیگه تا بیشتر از امریکا علاقمند روند صلح در افغانستان است و در این مورد کمک های را هم در گذشته به افغانستان ارائه کرده و زمینه های را بر باز تماس ها ایجاد کرده نقش را که بریتانیا تا حال ایفا کرده و امروز هم شما فکر میکنین آقای سفیر که مهم است چی خواد بود از تریبیون بریتانیا برعلاوه مسئله مذاکرات صلح که یک روند پیچیده است و وقت بیشتر خواد گرفت
انگلستان نقش مهمی را در نزدیک ساختن موضع افغانستان و پاکستان ایفا میکنه. قسم شما هم گفتین نه تنها دیپلمات های انگلیس بلکه بخش نظامی انگلیس رابطه بسیار نزدیک با نظامیان پاکستان دارن. اکثر رجال برجسته نظامی پاکستان فارغ التحصیل اکادمی های نظامی انگلستان است و در نتیجه اونها یک رابطه شخصی خوب هم دارن و ما هم تانستیم مخصوصا در ظرف دو سال گذشته که ما اینجا بودیم که از این رابطه های شخصی به نفع افغانستان و به نفع افاده موضع برحق افغانستان در انگلستان و کمک عرض کمک انگلیس ها برای که باز زمینی باز تماس ها را ایجاد کنند استفاده کرده. و استفاده که تا حال صورت گرفته از دید شما چی خواهد بود؟ در این مورد به طور مثال زمان ما از بریتانیا نام میبریم که بحث بر روی روابط کابل و اسلام آباد میچرخد و تیرگی روابط کابل و اسلام آباد در این روزا شما هم مشاهده میکنین و حالا بیش از یک سال میشه که به حد رسیده که حتی سفرهای دیپلماتیک و سیاسی بین هر دو کشور خیلی محدود شده و در بعضی از مواقع خیلی محدود ما شاهد آن بودیم که یا مقامات افغان و یا هم مقامات پاکستانی رفت آمده به اصطلاح داشته باشند. در این پیوند حالا اگر ما تیرگی روابط را یک جا بگذاریم و ضرورتی که در جنگ افغانستان مطرح است و خصوص در قبال مذاکرات صلح در مورد پاکستان خیلی ها زیاد گفته، تاثیرگذاری و نفوذ بریتانیا را شما کوتاه اشاره کردین و در این مورد خیلی هم به این نظر است که بریتانیا میتونه نفوذ و تاثیر مستقیم بر اسلام آباد داشته باشد تا اونها وادار شوند در مورد مذاکرات صلح در حقیقت و در یک چارچوب خیلی صادقانه همکاری بکنند. چرا تا حال بریتانیا نتانسته در این مورد گام های مثبت و مثمر را بردارد؟ باز گام های را بریتانیا برداشته، زمینه باز تماس های را در سطح بسیار بالا به شمول به سطح مثلا مشاوری امنیت ملی و دیگر سطح زمینه از این را فراهم کرده و یک بخش مهم کاری را که ما روی از تمرکز کردیم این بود که در گذشته قبل از ایجاد حکومت موجود برداشتی بود که سخت است که ما موقف انگلستان تغییر بدهیم برای اینکه در نهایت اینا جانبداری از پاکستان میکنن. اما موقف را که ما از اتخاذ کردیم در دو سال اخیر ما اینجا ما آمدیم این است که ما باید موضع خود و موقف خود به صورت روشن افاده کنیم. ما باید دوستای خود در موقف از این قرار نتیم که بین دو انتخاب یکی را انتخاب کنند. ما درک میکنیم که انگلستان روابط پیچیده و دیرینه با پاکستان داره، اما ما یک سلسله منافع امنیتی و نظامی و اقتصادی مشترک در این داریم که با پاکستان در تفاهم باشیم، با پاکستان در تماس باشیم و در این مورد انگلیس ها کمک کردن و این کمک ها ادامه دارم. کمک هایی که کرده از دید شما چی بود تا حال؟ چون در افغانستان دیدگاه این است که بریتانیا واقعا تا حال یا نتوانسته و یا هم نخواسته که کمک مثمر را انجام بده. کمک هایی را که انگلستان در این مورد کرده شامل فراماوری زمینه تماس ها در سطوح مختلف دولت بوده. البته خیلی شما میفهمید در دیپلماسی و رواج نیست که حتما تمام تماس هایی که صورت میگیره در مقابل کمره تلویزیون یا در مقابل تریبین صورت بگیره. یک سلسله تماس های مفید و مثمر در گذشته صورت گرفته که کمک کرده که موقف برحق ما در مسئله امنیت و دفاع از افغانستان با انگلیس ها و با دیگر همسایه هایی که انگلیس ها روی از نفوذ دارن روشن شود و مخصوصا اتخاذ پالیسی جدید رئیس جمهور امریکا که در رابطه نزدیک با انگلستان کار میکنه کمک بیشتر کرده. در مورد از این که انگلیس ها هم بعض تحلل را در مورد واضح صحبت کردن در موقف بعض کشورهای منطقه مخصوصا پاکستان داشتند از او یک کمی از موقف پایین بیان. و چگونه پایین آمدن؟ یعنی اگر واضح آقای جواد بفرمایید که اگر طور که شما یادآور شدین در دو سال اخیر که شما در آنجا بودین بعضی از تغییرات آمد در موقف های بریتانیا در قبال افغانستان و پاکستان و مسائل مربوطشان و همچنان گفتین که کارهای مثمر را انجام دادن، اگر واضح بگوین نقشش در کل در این دو مورد پاکستان و نقش صلح افغانستان چی بود؟ ما از مرحله مثلا نزدیک یک نوع شکایت باشه از کارهای پاکستان و یک مرحله مشخص
یک نقشه راه که چی کارهای باید صورت بگیره که بین دو کشور اعتماد بیشتر و بهتر شود. در این مورد تقریبا 1.5 سال پیش یک موافقت صورت گرفت که در ایجاد از موافقت در ایجاد نقشه راه انگلیس ها نقش داشتند. البته مثل سایر موارد دیگه که موافقه صورت میگیره اما عملی نمیشه یا کمتر عملی میشه، این یک نمونه ایش است. اما اخلا موقف ما را که ما در تعهدات خود برای امنیت در افغانستان و امنیت در منطقه متحد هستیم، وفادار هستیم، صادق هستیم، موقف ما را کاملا روشن ساخته و میسازه. و این برداشتم که در افغانستان وجود داشت در گذشته که بسیار سخت است که با نظر انگلیس ها را در این مسائل تغییر بدهیم، در افغانستان کاملا عوض شده. اگر عوض شده در کدام موارد میشه به طور نمونه واضح شود؟ اما تر گفتم باز موافقت نامه های صورت گرفته و باز نقشه های راه برای بهبود تماس ها در سطوح بسیار بالای کشور روزی موافقت شده. اما تمام مسائل دیپلماتیکی که در این سطوح صورت میگیره، مخصوصا اما تر خدمت شما عرض کردم نفوذ نظامیان انگلیس با و رابطه نظامیان انگلیس با نظامیان پاکستان نزدیکتر است. در این مورد با بمی دلیل هم برازی که این صحبت ها این موافقت ها با موافقت بیشتر برسه، گاهی وقت عرصه جانب افغانستان، پاکستان و انگلستان نمیتونه که در جزئیات از او فوراً صحبت کنن، چون اینا وقت میگیره و این موافقت نامه ها همونطور که عرض کردم و این تماس ها در اکثر نزدیک اما بیشتر هم در یک سطح محدود صورت گرفته. اما کسایی که در جیران ازی هستند میفهمند که این تماس ها و فراماوری زمینه تماس هایی را که انگلیس ها بر افغانستان مساعد کردن در تثبیت موقف برحق افغانستان کمک کرده و زمینه ایجاد یک نقشه را برای قدم های بعدی فراهم کرده. شکر آقای سفیر. تا این دم و وقفی کوتاه میگیریم، بعد از آن بحث را با آقای سید طیب جواد که سفیر افغانستان در بریتانیا است باز هم ادامه میدیم. بیا هم کراغ لاست بحث تا دوام ورکو. را سرا هم داشته بعد ویدیو کنفرانس لاره د افغانستان سفیر پر بریتانیا که سید طیب جواد پر لیکده. آقای جواد، در مورد چگونگی صلح صحبت شد و حالا در کل میخوایم نظر شما را داشته باشیم، تجربات شما در مورد صلح افغانستان چی بود از بیش از 1.5 دهه که شما ماموریت من حیث یک دیپلمات افغانستان در کشورهای مختلف در داخل کشور انجام دادین، مسئله صلح افغانستان چگونه به پیش می رود و اگر شما فکر میکنید از بعضی از موارد بعضی کمبودی های وجود داره عبارت از چیست؟ سوال بسیار خوبی است. واقعا اولین تماسا با آنچه که یک گروه نسبتا محدودی از طالبا در زمانش بود، در وقتهایی که من رئیس دفتر جلد ماب کرزیسه بودم شروع شد و این سلسله ادامه داره. بعدا که من فرصت از ایره یافتم که در کولومبیا با این سفیر خدمت کنم و همراه رئیس جمهور از رئیس جمهور اوریبه در مسائل سال زیاد تماس داشته و میرفتم بیشتر اونجا تا ببینم که چی درس های از اونجا آموخته شد. مسئله مهمی است که پروسه سال یک پروسه طولانی است، یک پروسه است که گاهی وقت از پروسه جنگ طولانی تر است و ایجاب میکنه این پروسه، هدف پروسه سال ای است که شما میخواین طرف مقابل تضعیف کنه، برای اینکه صلح کنین. به نظر من درست نیست. شما اگر در موقف قدرت و تعقب قرار داشته باشید، شما دشمن رو نابود میکنید و یا دشمن شما رو نابود میکنه. دلیلی که ما به پروسه صلح داخل میشیم این است که یک نوع ضعف از دو جانب به وجود آمده، یک نوع خستگی از جنگ از دو طرف به وجود آمده. اما و این پروسه ایجاب از این میکنه که تماس ها در سطوح مختلف باشه و این تماس ها گاهی وقت طرف مقابل، گاهی وقت دولت، گاهی وقت این تماس ها را به صورت علنی دوباره صحبت میکنه، گاهی وقت منکر میشه او تماس ها صورت میگیره. ما در کولومبیا ایره میدیدم تماس صورت میگیره، دولت میگفت تماس وجود نداره. دلیلش این است که مذاکرات صلح واقعی که بخواد به نتیجه برسه باید سری باشه. مذاکرات صلح علنی بسیار مشکل است، چون هر دو طرف، قسمی که عرض کردم، هدف مذاکرات صلح بر دو طرف تضعیف طرف مقابل است. اینال به این دلیل مذاکرات اصلی صلح در حلقه های کوچکتر، در یک روند طولانی تر و بیشتر به شکل سری صورت میگیره. و شما از این تعجب نکنید
که مثلا طالبان در یک مظاهره صلح بیاین باز فرداش بگه ما نرفته بودیم یا ما شرکت نمیکنیم یا ما گپ نزدیم و همچنان در مورد شاید باشه که بعضی از گروه های دولت سهم بگیرن بعضی دیگه یا خبر نباشن یا موافق نباشن و این طبیعتا این کار امکان داره. اما چیز خوبی را که بر ما یک تجربه خوبی که آموخته شد مسئله آتش بس بود که در عید کوچک در عید رمضان اتفاق افتاد و در او نشان داده شد که مردم افغانستان صلح میخواهن. مهمتر از او سربازای طالبان که داخل شورا شدن نشان دادن که اونا هم از جنگ خسته هستن و این باعث یک نوع تشویش در رهبری طالبان شد برای اینکه برای اولین دفعه دیدن که واقعا سربازا از جنگ خسته است. البته امتیاز را که آتش بس برای طالبان آوردی است که اونا یک نوع نشان دادن که یک قومنده مشترک دارن. اگر گفتن که آتش بس است میتونن که او را اجرا کنن. به این دلیل روند صلح پروسه صلح ادامه خواهد داشت، تماس ها در سطوح مختلف خواهد بود و من فکر میکنم به جای از اینکه یک پلان صلح بسیار دقیق و با جزئیات مطرح شود بهتر است که ما یک نسخه صلح داشته باشیم، بریم با طرف مقابل بشینیم با اونا صحبت کنیم باز بعد از او آستاستا یک پلان صلح ایجاد کنیم. برای اینکه مشکل پلان صلح را که شما اگه با جزئیات ایجاد کنین این است که بسیار سخت است که طرفداری تمام مردم برای از پلان صلح جذب کنین. شما همیال یقین دارم وقتی که صلح صحبت میکنین زنها در افغانستان نگران هستند، اقلیت‌ها در افغانستان نگران هستند، باز جایی که در اینجا جنگ به شدت مثلا در مناطق جنوب نیست نگران هستند. به این دلیل بهتر است که یک اجماع ملی در یک چوکات بسیار کلی درباره صلح باشه. بعد از اینکه رفتین شما در میز مذاکرات نشستین آهسته آهسته آمادگی طرف مقابل دیده بعد از یک پلان صلح ایجاد میکنین. اما در این مورد جامعه بین المللی اکثر موافق نیست، اونا میخواین دولت افغانستان یک پلان بسیار جامعه و کلی ارائه کنه که به نظر من ارائه از او پلان آسان است اما ایجاد یک اجماع ملی که او را حمایت کنه مشکل است. حالا همیشه تاکید بر این شده بود که باید طرح صلح از طرف حکومت افغانستان به پیش برده شود، البته بر رهبری و مالکیت افغان ها این کار صورت بگیره. حکومت افغانستان در این اواخر تحت انتقادهای شدید قرار گرفت زمانی که به بار دوم در دوحه قطر نشست های رو در روی نمایندگان طالب و بعضی از نمایندگان واشنگتن صورت گرفت. بعد از آن حتی نگرانی از این به وجود آمد که صریحا گفته شد در این نشستی که انجام شد و به بار دوم بود اصلا نماینده از طرف حکومت افغانستان در آنجا حضور نداشت و نه هم دعوت به عمل آمده بود از آنها. پس حالا ما چند زاویه مختلف در اینجا میبینیم. یکی ایالات متحده آمریکا که طالبان خواهان مذاکرات رو در رو با آنها بودن و نخستین گام هایش را ما میبینیم. در منطقه ما من حیث یک قدرت مسکو را میبینیم که در این مورد صداهای بلند کرده و میخواین که گام های را بردارن به نقل قول از مقامات مسکو و همچنان کشورهای دیگر هم زی داخل بودن، از پاکستان نام برده شد، از ایران حتی در این مورد میشه بعضی تحلیل کردن استفاده کرد، ولی در کل روند مذاکرات رو در رو با طالبان هنوز هم در یک ابهام و پیچیدگی بی سابقه قرار دارد. چگونه میبینین شما حالا ابتکار صلح آیا به دست حکومت افغانستان است و در کل افغان ها در اختیار دارد رهبری این مذاکرات را یا کسی دیگری است که این مسائل را پیش میبرند و هر زمان خواسته باشند دوباره میتونند سبوتاژ بکنند؟ در این جای شک نیست که دو طرف اصلی جنگ دولت افغانستان و طالبان است و دو طرف اصلی برای ایجاد صلح در افغانستان دولت افغانستان و طالبان خواهد بود. در این مورد که طالبان مثلا در میگن که ما مستقیم با آمریکا صحبت میکنیم، در گذشته دولت افغانستان هم گفته که ما مستقیم با پاکستان صحبت میکنیم، اینا موازی است که میخواین طرف مقابل تضعیف کنن. هدف مذاکرات صلح اینمی است. به این دلیل زیاد به جزئیات از این پیچیدن بیفایده است. اصل گپ بالاخره طالبان میفهمند که اینمی دولت افغانستان است، نیروهای امنیتی افغانستان است که به اونا طرف هستند و دولت افغانستان هم میفهمه که طالب طرف مقابل است که میجنگه. به این دلیل علاقمندی سایر کشورها مثلا انگلستان مثلا امریکا و اینا به دلایل مختلف برای صلح در افغانستان است. از یک طرف میخواین جنگ ختم شود، از طرف دیگه میخواین که مصارف نظامی خود از اونا کم شود، از طرف دیگه نمیخواین که افغانستان یک بعد از او که یک آرامش در افغانستان آمد یک پایگاه مجددا یک پایگاه برای نارامی برای خود افغانستان برای منطقه یا برای جهان باشه. اونا یک علاقمندی دارن اما اونا
حس یا علاقمندی از این ندارن که صاحب از این پروسه باشن. صاحب از این روان، صاحب از این پروسه دولت افغانستان و مردم افغانستان است. ما یک دولت انتخابی در افغانستان داریم که از نمایندگی از مردم افغانستان صحبت میکنه. حالا یک مورد هم از در مورد طالبان است که گفتنی حکومت افغانستان این است که در این مورد کارهای زیر دست است و بعضی از سخنان باسران طالبان نیز در میان گذاشته شده. شورای علی صلح هم از بعضی از مواردی که اینا امیدوار هستند که به پیش برود سخنان مختلف دارند، اما جای دیگر گروه نیز در افغانستان فعالیت میکنه که با آنها صلح ناممکن پنداشته میشه و آن هم گروه داعش است در افغانستان که فعالیت هایشان روز افزون در حالت پیش برد است و افزایش یافته. در این مورد ما بعضی از موقف گیری ها و نگرین های از مقامات بریتانیوی نیز داشتیم. واقعا چیزی که وزیر دفاع گفت و وزیر خارجه گفت این بود که افزایش فعالیت داعش در افغانستان برای بریتانیا، نه تنها برای بریتانیا بلکه بر تمام اروپا قابل نگرانی است و در این مورد باید گام های عملی انجام شود. گام های عملی اگر بریتانیا به خصوص بخواهند در این مورد بردارد، آیا صحبت های شده؟ آنها چی پلان های دارد به خاطر مهار و از بین بردن داعش در افغانستان؟ خب داعش یک پدیده پیچیده است در افغانستان، اما چیزی که باعث نگرانی امنیتی در اروپا و امریکا میشه آجندای بین المللی داعش است که هرچی که اونا میخواین کلانتر و بزرگتر از افغانستان است و یک تعداد کسایی که در افغانستان و میاین، مخصوصا خارجی هایی که میاین، اونا با فرهنگ افغانستان آشنا نیستن. مردم افغانستان نه با ایدئولوژی زنا نه با فعالیت های زنا علاقمندی دارن و به این دلیل برای ماندن زنا در افغانستان، بودن زنا در افغانستان یک خطر بسیار جدیتر برای بیرون از برای کشورهای خارجی است. به این دلیل وزیر دفاع بریتانیا گفت که اونا نگران تماسایی هستند که بین بعضی از القاها و دهشت افغانهای داخل انگلستان وجود دارد، چون اینا یک آجندای بین المللی دارند. اینا وقتی که داخل افغانستان هم هستند تماسای خود با بیرون نگاه میکنند. یک تعداد کسایی که مخصوصا انگلیسایی که زبانهای منطقه ما شما رو صحبت میکنند از منطقه ما هستند، اونا میآیند، پیدا کردن از اونا مشکل تر است وقتی که اونا در مناطق سرحدی داخل افغانستان باشند و وقتی که برمیگردن هم چون اونا پاسپورت های خارجی دارن، پاسپورت های اروپایی دارن، انگلیسی دارن، کنترل از اونا مشکل است. به این دلیل نگرانی را که انگلستان داره نه تنها از خطر را که متوجه نیروهای از اونا در افغانستان است، بلکه در شکل بزرگتر خطر را که اونا برای امنیت اروپا و امنیت انگلستان ایجاد میکنن. از نظر دیدگاه بریتانیا این کدام شبکه هایی است که حالا در بریتانیا فعال هستند و با داعش افغانستان در تماس است؟ در مسئله جنگ سوریه، در مسئله جنگ سوریه متاسفانه یک تعداد از جوان ها از اینجا رفتن به سوریه و به عراق و یک تعداد از اونها در اونجا کشته شدن و در اینجا یک سلسله بحث های وجود داره که بو کسایی که بعد از ختم جنگ و ختم کار داعش در سوریه و عراق میشه چی معامله شوه. یک تعداد از اونها امکان داره، احتمالا یک تعداد از اونها به سایر کشورها و احتمالا به افغانستان برن. در این مورد تجربه و نگرانی را که انگلستان در مورد داعش داره بزرگتر از افغانستان است، زیادتر از مسئله سوریه و از مسئله عراق شروع میشه. اما یک سلسله تجربه خوبی هم در اینجا عملی شد که به چی وسیله کمک کنند که اونا نرن یا اگر وقتی که برمیگردن چی زمین های حقوقی فراهم شود که اونا دستگیر شوند یا مجازات شوند. سپاس آقای جواد تا این دم که در مورد مسائل مختلف صحبت کردین. ما گزارش های را به دست میاریم از آدرس سفارت افغانستان در بریتانیا که در مورد نشست تجار افغان و البته یک نشست مشترک با تجاران بریتانیوی صحبت های در راست می شود، در این مورد جزئیات خیلی کوتاه را با ما شریک بسازید. بله، برای اولین دفعه با ابتکار سفارت و با همکاری اتاقهای تجارت زمینه تماس تجار افغانی با سرمایه گذاران انگلستان در لندن میسر می شود تا زمینه فروش بهتر محصولات افغانستان و خصوصا محصولات زراعتی افغانستان و تبادله تجارب صورت بگیره و این اولین دفعه است که بدون کمک های دولت های افغانستان و انگلستان این کار به ابتکار سفارت و به همکاری سکتور خصوصی صورت می گیره. ما در 5 عرصه مختلف یک کنفرانس کامل خواهد داشتیم که نتیجه‌اش انشاءالله باز در خدمت شما هم قرار بدیم.
خیلی سپاسگزار هستیم. بسیار زیاد تشکر آقای جواد که وقت دادن تا مصاحبه اختصاصی با شما داشته باشیم. تشکر از شما و شنوندگان شما. تشکر. سلامت باشید. د افغانستان سفیر په بریتانیا کې ښاغلی سید تواب جواد چې له هغوی سره په بېلابېلو مواردو او روانو حالاتو چې د افغانستان د ډیپلوماسۍ له ادرسه له بریتانیا سره په ځانګړې توګه دوام لري تاسو ته معلومات وړاندې کړ. تر بیا مو په پاکه لاس سپارم ستاسو کلیزه مو کېله.